بنده خودم در سال 89 در ملاقاتی که با وزیر با رئیس جمهور برزیل و وزیر خارجه برزیل همزمان داشتم، درخواست ایران برای برزیل رو مطرح کردم. بلافاصله رئیس جمهور برزیل قبول کرد و به وزیر خارجه‌اش دستور رو گفت که کار به اصل عضویت ایران در برزیل رو دنبال بکنید. همزمان با من در همون سال 90 سفیر ما در آفریقای جنوبی پیگیری کرد و موافقت آفریقای جنوبی گرفت. متاسفانه در دولت 11 و 12 رها شد، وگرنه ما خیلی زودتر از اینا حداقل 10 سال پیش ما عضو بریکس میشدیم و از منافع بریکس میتونستیم خصوصا برای دور زدن تحریما استفاده بکنیم. الان با تجربه که هم ایران مایل این اتفاق بیفته و هم طرف مقابل راضی هستش، مانعش این وسط چیه که این اتفاق رخ نمیده؟ مانع وجود نداره، تا حالا اقدامی نکردیم. یعنی شما معتقدین که به زودی ایران رسما عضو بریکس میشه؟ من اعتقادم اینه که با این درخواست وزیر محترم امور خارجه که در هند ایشون تسلیم کرد و این سخنرانی رئیس جمهور جناب آقای دکتر رئیسی، استارت این کار زده شده. مهم این است که ما هرچه سریعتر به اصطلاح این گام ها رو برداریم، اجماع بریکس رو داشته باشیم، به عنوان عضو ناظر وارد بشیم و بعد به عنوان عضو به اصطلاح کامل در بریکس حضور پیدا بکنیم. بنده خدمتتون عرض بکنم ظرفیت اقتصادی بریکس اگه بخوایم مقایسه بکنیم با پیمانهایی مثل شانگهای، با پیمان مثل اکو، حداقل یه چیز 10 برابر به اصطلاح ظرفیت اقتصادی شانگهای. از چه جهت می‌فهمیم با توجه به جمعیت؟ نه عجب ظرفیت‌های بالفعلی که وجود داره. ببینید ما در پیمان شانگهای ظرفیت‌های بالقوه داریم.